بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها عدد ما احاط به المک امت همه در باطل و حق تنها بود یک فاطمه یار و یاور مولا بود پهلوی شکسته عمر کم روی کبود تفسیر علی دوستی زهرا عرض سلام دارم و تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه ابتداعا به محضر امام زمان علیه السلام و شما بینندگان و همراهان گرامی در ایامی هستیم که فرزندان حضرت زهرا داغدار مادر خود هستند و فرزندان امیر مؤمنان یتیم شدند و در سوگ مادر به سر برند این ایام رو به یکایی که شما تسلیت ارز میکنم کافه پرسش رو آغاز میکنیم با استعانت از خداوند متعال و یاری از اهل بیت اسمت و تحاد علیه السلام و با دوستان خودم همراه هستیم تا انشالله امشب رو هم برنامه خوب تقدیم شما بکنیم محمد جواد آخوند با ما همراه هست سلام محمد جواد وقتت بخیر سلام علی آقای عزیز و سلام به دوستانم همچنین عرض سلام دارم خدمت شما بیننده های گرامی و عرض تسلیت خدمت شما بابت این ایام غمناک امیدوارم از اداریاتون مورد قبول پروردگار متعال قرار گرفته باشه ممنون تشکر از شما محمد صادق نیکوکار به مانند شب گذشته با ما همراه هست سلام وقتت بخیر من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیزم و همچنین سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند فاطمه پاره تن من است هر کس او را بیازارد مرا آزرده و هر کس او را خوشحال کند من را نیز خوشحال کرده است ایام فاطمیه را خدمت دوستانم و همچنین شما بینندگان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می تشکر از شما که با ما همراه هستین و سید امیر حسین ده سرخی عزیز که با ما همراه سلام ایام را به شما تسلیت عرض می سلام عرض می کنم علی آقا خدمت شما و دوستانم بینندگان عزیز سلام در خدمت شما هستیم با کافه پرسش ایام فاطمیه رو خدمت شما عزیزان تصدیه می میکنم امیدوارم که تا آخر برنامه همراه ما باشیم کمال سپاسگزاری دارم از شما بینندگان و همراهان گرامی که با ما همراهی میکنید انشالله که مطالبی که در برنامه کافه پرسش بیان میشه مورد قبول و رضا تحلیب تعلیم سلام قرار گرفته باشه و از اینجا به بعدش هم مورد رضا تو اونها قرار بگیره. و شما هم از مطالب راضی باشید با ما همراه خوش من میخوام از این استاد دانشگاه سوال کنم یه انسانم یه مسلمانم یه شیعه ام یه روحانی ام یه رو ایرانی ام یه کشور ما اون اگر بنان امروز ما تعظیم داشتیم چرا در قدیر ما این فن تعظیم نداشتیم قدم یا این مملکت هم نه حتی مستحب نداشته معلم نداشته به این معنا الذین یا تبعون رسول النبی الامی خودش تبیین عقلی از اون خود ارائه کنه و خدای مخلوق معیار انتخاب یه دوستر خوب بانوی منعطفه ایجاد بکنه اگه یه بانوی منعطفه بود انتخاب ابدا از هیچی نداره انسان جز ترکیب کاری انجام نمیده انسان مواد را به همه جان بیده. را در... در هر مردی آشکار نکنی محرمات محرم را میشمرم من میدونم تو ما مبانی چند تو میمون را محرمات را میشمرم دینت از بیوی علم روی دانایی بریم بفهمی یعنی اگر یک خدا را از بیوی علم سپاس از همراهی شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی به طول علیه السلام که با ما همراه هستین با کارشناس همراه باشیم و ببینیم امشب چه مطالب زیبایی رو برای ما بیان میکنند سلام وقتتون بخیر جناب آقای شیخ علی رحیمی ها. سلام علیکم و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها انشالله که همه ما از زنان و مردان از پیروان واقعی و وجود مقدس باشیم و باشید انشالله در رابطه با سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شب گذشته مطالبی را آغاز کردیم امشب به کدام گوشه از زندگانی این بانوی بزرگ اسلام می‌پردازیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستوده فیها به عدد ما احاط بهی علمک در جلسه قبل خدمت عیزان عرض کردیم که سبک زندگی به معنای سیره و روش زندگی اگر گفتیم سبک زندگی اسلامی یا سبک زندگی غربی که حالا این دوتا مد شده و زیاد گفته میشه در گفتگوها بحث سیره و روش زندگی کردنه که حالا متدش و روشش اسلامی باشه یا غربی باشه این مقدار توضیح دادیم دیشب در رابطه با سبک زندگی اسلامی از دیدگاه حضرت زهرا سلام الله علیها و بحث نامگذاری صحبت کردیم و مقداری توضیح دادیم گرچه اگر بخوایم توضیح بدیم جلسات متعدد و مفصلی رو میطلبد این جلسه در رابطه با بحث همسرداری و خانداری حضرت زهرا سلام الله علیها که خب الگوی بسیار خوبیه برای هممون عرض کردیم که قرآن کریم در رابطه با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم میفرماید فی رسول الله حسنه و وجود مقدس امام حسن عسکری سلام الله علیه در رابطه با مادر بزرگوارشون حضرت زهرا فرمودن لی فبنت رسول الله اصفت حسنه مادرم حضرت زهرا خوب الگوی برا ما خود امامان نور علیه و السلام الگوی ما هستن و, و خب بالاخص حضرت زهرا سلام الله ها که جزء چهارده معصوم علیه و السلام این جلسه مقدار در رابطه با سبک زندگی از زهرا در رابطه با آداب همسرداری صحبت کنیم گاهی در جامعه که گفتگو میشه بلخص بعضی از افرادی که یه خود از مسائل اسلامی هم فاصله دارن این کار رو یه کار خیلی سبکی میدانن که آقای شما اگر رفتی خانه دار شدی کاری نکردی اول سوالی که گاهی مثلا دو نفر بعد از مدت ها به هم میرسن میگه خب شما خانم چه کار میکنی کجا مشغولی دو تا شما تصور کنید که در دبیرستان با هم هم درس بودن در راهنمایی بعد ازدواج میکنن یه ده سالی 15 سالی میگذره همدیگر رو در حرمی در بازاری در خانه دوست آشنایی میبینن میگن شما کجا مشغولی میگه بنده فعلا مشغول خانداری هستم او دوستش بهش میگه بابا خانداری هم که کاری نشد شغلی نشد بلنش یه کاری انجام بده یه شغلی رو برای خود انتخاب کن و اینو یه کار خیلی پیش پا افتاده و دست کم میگیرن در صورتی که در روایات ما بسیار بهش اهمیت داده شده شما نگاه کنید در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها با اون زندگی نه ساله مشترکی که داشتن موارد متعددی برامون گزارش شده که حضرت خانداری میکردن نان میپختن خدمت شما عرضه بدن خانه رو رفت و رو رسیدگی به امورات خانه داشتن و این خیلی نکته مهمیه فرزندداری شوهرداری اینا کارهای بسیار کوچکی نیست که ما خیلی راحت از کنارش بگذاریم ممکنه نفر بگه آقا من خانداری یه خانمی ممکنه این سوال رو بپرسه که حالا من که خانداری کردم تش چی میشه؟ خروجیش چیه؟ اگر رفتم سری کاری سریع شغلی مثلا ماهی انتو من حقوقمه بعد از سی سال بازنشستگی دارم به قولی امروزی ها یه دکوپوزی دارم برای خودم و میتونم سری تو سرا داشته باشم بنده فوق لیسانس ارشد فلان دارم و خدمت شما عرضه بدارم که میتونم صحبت کنم اما اگه گفتم خانه تش خروجیش چیه ارز میکنیم که آقا خانداری سبب میشه که انسان فرزندان بسیار سالم و صالحی رو تحویل جامعه بده که هر کدومشون بتونن چکار کنن منبع خیری باشن محرکی باشن شما بزرگان ما رو وقتی نگاه میکنید میبینید پشت سرشون یه خانم موفقه یه مادر موفقه مرحوم علامه امینی ها مرحوم علامه مجلسی ها مرحوم شیخ انصاری ها بزرگان ما که بالاخره مرکز تحولاً در جامعه یعنی اسمشون به بزرگی یاد میشه و یه تحرکی در جامعه ایجاد کردن حتما یه مادری پشت سرش بوده حتما یه همسری پشت سرشون بوده در رابطه با بعضی از علما دارن که همین معاصرین ما میفرمودن که وقتی که من مشغول نوشتن و کتابت بودم خانومم ایالم میامد داخل اتاق نگاه میکرد میدید که من دارم کتاب مینویسم خب مزاحمت بر من ایجاد نمیکرد یعنی همسر خوب سبب میشه که شما در کارت موفق بشی در اموراتت موفق بشی اگر یه مادر بتواند بچهش رو خوب تربیت کنه که یه بچه بشه یه کسی که مثمر ثمر در جامعه است حالا در هر زمینه ای حتما قصه عالم شدن مطرح نیست یه کسی که منشاء خدمات باشه حالا ولو میکانیک باشه ولو اینکه خدمت شما زد در فلان ارگان باشه یا آدم خوبی باشه یا آدم صحیح باشه که وقتی نباشه جامعه به نبودش احتیاج پیدا کنه یه همچین قصه ای این از مادران خوب به دست میاد. کسی که دو شغل گاهی سه شغل کار میکنه دیگه خسته از حالی نداره برای تربیت فرزند اصلا جدای از تربیت فرزند فرزند آوری هم به همین دلیل کمتر شد. بله حالا اون قصه بعدی بود که میخواستم ارز کنم بله احسنتون. تو ببینید اگر یه نفری در خانه باشه در روایات ما دارید که وجود مقدس و پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم فرمودن که اگر شما زیاد باشید فردای قیامت من به کسرت شما و به کسرت امتم در قیامت مباهات میکنم یعنی وقتی امت موسی میاد امت عیسی میاد امت حضرت ابراهیم میاد امت پیغمبران گذشته من پیغمبر خاتم میگم آقا ما تعدادمون بیشتره نفراتمون بیشتره خب این میطلبه که شخص چجوری باشه ازدواج که میکنه با خدمت شما از آغوش باز با فراغت بال برنامه‌شو پیگیری کنه اگر خسته باشه یه خانمی خسته باشه و نتونه اون اموراتی که خداوند تبارک و تعالی براش در نظر گرفته از امور همسرداری بچه داری، داری انجام بده دیگه فرزندان جامعه هم کم میشه من یه سال واسم پیش اومد الان چون که ابتدای بحثم هستیم آیا اسلام با شاقل بودن زنان مخالفه؟ ها این هم سآل خوبیه خواستم عرض کنم حالا شما فرمودید ببینید در روایات ما آمده که بهترین کار برا زن اینه که خدمت شما از خوب شوهر داری جهاد المرعته حسن تبعال روایت معروفیه شخصی است به نام زینب بنت امر انصاری ایشون اومد محضر وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جملاتی عرض کرد حالا از این زنانی بود که به قول امروزی ها سر زبانی داشت میتونه صحبت کنه عرضه داشت یا رسول الله روز اولی که شما اسلام رو فرمودید و بر ما عرضه کردید ما با مردان در همه چیز مساوی بودیم در نماز در روزه در خمس در زکات حالا نوبت جهاد رسیده امر جهاد و جنگ رو فرمودید بر مردان هست نه بر زنان اگر ما نتوانیم در جنگ شرکت کنیم خب اون ثواب عظیمی که شما برای جهاد در راه خدا قرار دادید به ما نمیرسه حضرت فرمود جهاد المرعته حسن و جهاد زن خوب شوهرداری کردنه اینکه بتونی خوب شوهرداری کنی با شوهرت با بچه هات با خانت امور خانواده تو خلاصش به زبان امروزی خوب بچرخونی یه وقتی امور خانواده شما اینه که خدمت شما به امورات شوهرت برسی یه وقتی امور خانواده شما اینه که به بچه هات برسی رفت و رو کنی ترتمیز کنی غذا بپزی خب قدیم نان میپختن پخت و پزا کارهای قدیم خب قطعا بیشتر از حالا بود الان که نصف بیشتر کارها رو این دستگاه ها انجام میدن ماشینای لباسشویی ماشینای ظرفشویی ماشینای چه ولی خب قدیم زحمت ها بیشتر بود حضرت فرمود خوب شوهرداری کنی شوهرداری خیلی مهمه اینکه انسان بتونه خوب چرا ما اینقدر در جامعه متاسفانه طلاق زیاده آمار طلاق بالاست. چیزی که دولت داره اعلام میکنه پنهانم نیست تو این سایت ها و رسانه ها انسان دور میزنه آمار متاسفانه خیلی بدی به دستش میرسه بعضی وقتا میگن از هر ده ازدواج سه ازدواج از وقتی میگن از ده هر ده ازدواج چهار ازدواج طلاقه چرا انقدر بالاست به خاطر اینکه طرف اولا برای زندگی مشترک آماده نشده حالا چه دختر چه پسر مشکلاتی که هست ثانیا اگرم آماده شده خودش رو برای امر همسرداری و شوهرداری موظف نمیدونه میگه آقا نشد خیلی راحت میگه یکی دیگه حالا زن باشه مرد باشه فرقی نداره خب آقا من شما اینجا از آمادگی چیه قبل از از آقا زنبانش. شما خدمت شما عرض بدارم داری ازدواج انجام میدی اگر این مورد درست باشه خیلی مهم نیست من مهریم رو میگیرم و مثلا میرم با یکی دیگه ازدواج میکنم موارد متعددی به ما مراجعه شده که اینجوری فکر داره میکنه آقا من دو تا ازدواج ناموفق داشتم اینم سومیش خیلی مهم نیست قصه اینه که آقا انسان باید خدمت شما عرض بدارم نسبت به اون کاری که داره انجام میده یه تعهدی داشته باشه شما اگر یه شرکتی یه مغازه میری مشغول کار میشی تعهد میدی آقا بنده تعهدم اینه سری ساعت بیام سری ساعت برم انقدر کار کنم انقدر حقوق بگیرم اینقدر بیمه از من کم کنید این کارا رو انجام میدم جمعه بیام پنجشنبه بیام روزایی که تعهد داریم در قصه ازدواجم ازدواج هم همین حالا آقا فرمودن چه برنامه‌ای داشته باش آقا یکی از کارهایی که انسان باید بدونه قبل از ازدواج انجام بده این که آشنا بشه چهار تا کتاب بخونه معرفت پیدا کنه بابا شما الان میخوای یه محیط جدیدی ورود پیدا کنی میخوای بری آمریکا میخوای بری اروپا میخوای بری خدمت شما ارزمان یه کشوری یه شهری دیگه است که شهرهای ایران اسلامی خودم وقتی میخوای اونجا ورود پیدا کنی قبلش میری چیکار می‌کنی تو اینترنت یه سرچ میکنی آدابشون چیه رسومشون چیه برنامهشون چیه زبانشون چیه نوع لباسشون نوع گفتارشون چیه اینا خیلی مهمه میگم برای مسافرت ده روزه 15 روزه 20 روزه ما این کار اگر به من گفتن آقا آماده باش برای سه ماه آینده میخوای شما بری آمریکا یه ماموریتی به شما دادیم طرف میره کلی زبان یاد میگیره که اگر رفتم در سوپری اگه خواستم آب بخرم چی باید بگم اگر خیابون خواستم سوار تاکسی بشم چه جمله باید به راننده تاکسی بگم براش اهمیت داره حالا شاید کل اقامت یا آقا در شهر دو ماه سه ماه کمتر بیشتر باشه اما برای اقامت مدت طولانی میخوای 60 سال 70 سال با یه آقا مشترک زندگی کنی مواردی هست ما ازدواج دیدیم طرف انجام داده میگه آقا ما ازدواج کردیم اما مجبورا داریم با آقا میسازیم چرا میگه خب بچه دارم ازش اولاد دارم ازش اگر بخواهم خدمت شما از آن طلاق بگیرم چیزی تاش نمیمونه باید دعوا باشه اختلاف باشه درگیری باشه حالا قرازم خدمت شما اینه که قبل از زندگی انسان آماده بشه گاهی به کتاب خوندن گاهی با پدر و مادره یعنی پدر و مادر شخص او رو آماده میکنن برای کار که آقا شما که داری ازدواج میکنی پسرم دخترم شما داری یه زندگی مشترک رو تشکیل میدی و در این زندگی مشترکی که داری مسئولیت به گردن شما میاد این مسئولیتی که به گردن شما میاد سبب میشه که شما مسئول باشی باید جوابگو باشی پاسخگو باشی هم در محضر خدا هم در محضر خدمت شما بنده خدا آقا عیال شما از شما برسه شما چه کار کردی این هزینه‌ای که ما انجام دادیم و عروسی و برو و بیا و این برنامه‌ها و تشکیلات خروجیش چی بوده آقا به صرف اینکه آقا من این مورد نشد پیراهن که نیست آدم بذاره کنار یه مورد دیگه یه ازدواج صورت بگیره تا بخواد بره ازدواج دوم طرف بگه آقا نمیخوام اینو تا بره مرحله دوم چقدر اعصاب طرف خورد شده چقدر هزینه کرده چقدر عمرش گرفته شده گاهی دو سال سه سال کمتر بیشتر درگیر دادگاه و دادگستری و مسائل طلاق و وکالت و وکیل و. لذا انسان از اول دقت کنه حضرت زهرا سلام الله علیها شما نگاه کنید در زندگیش داریم درباره سیره ای بزرگوار صحبت میکنه فرمودن جهاد المرعته حسن و خوب شوهرداری کردن وجود مقدس پیغمبر خاتم صلی الله علیه, علیه و سلم وارد منزل شدن خیلی جالبه زیاد شنیدیم از باب تاکید ارز میکنم حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم وارد منزل شدند وقتی وارد شدند فرمودند من آمدم امروز کارهای خانه را تقسیم کنم کار بیرون از خانه با امیر مؤمنان علی علیه السلام یعنی آقا تشویران آزوغه تهیه کنند هیزم تهیه کنند حالا او زمان قصه اینجور بوده کار داخل خانه با بیبی بی حضرت زهرا سلام الله علیها و بحث رفت و رو هست وقت غذا پختن هست بحث آشپزی هست بحث نان پختن هست بالاخره اموراتی که داخل خانه هست مثل ظرف شستن هست اینا رو فرمودن بعد بیبی بی فرمودن که خدا میدانن اون روز چقدر من خوشحال شدم که کار خانه رو وجود مقدس پیغمبر اکرم به من دادن و کار بیرون خانه و ما رو از مواجهه با مردان چه کار کردن من کردم گفتن آقا بشین داخل خونه یه سری افکار جدیدن اومده میگه من, من که قراره بشینم تو خونه خب انگار محدود دارم میشم آدم آزاد اراده داره اختیار داره ولی من. با این کار جد. که خانه داری بکنم انگار محدود شدم من. در جواب این با چی بگیم؟ بله فرمایشتون فرمایش خوبیه ببینید اگر شخص وظایف خودشو بدونه براش خیلی کارش راحت میشه اگر عرض کردم شما وارد یه شرکتی شمی شدی از شما خواستن که اینجاها شما طی بکش فقط آبدارچی باش دیگه شما راحتی فکرت آزاد یه وقتی شما وارد یه شرکت به شما میگن آقا شما رئیس این شرکتی وقتی رئیس اون شرکت شدی باید فکر خدمت شما وجوهات باشی فکر مسائل مالی باشی کارمندار باشی تعطیلاتش باشی وقتی خدمت شما دارم که تکالیفی که به گردن شما گذاشته شده کمتره خب بارت هم کمتره در اسلام هم همینجوری. آقا آزادی آزادی اسلام از ما نگرفته بزرگان ما در این زمین اصلا کتاب نوشتن آزادی به معنای حضور در جامعه را از شما نگرفته بله شما در جامعه حضور پیدا میکنید در مسجد در محله در بازار هیچ اشکالی نداره اما اگر خواستی در یه شغلی در یه کاری وارد بشی که او شغل و او کار مرد هست که انجام بده خب شما بی نیاز میشی مثلا من الان میخوام برم در قسمت یه کارخونه یه کارگاهی مشغول بشم خب یه آقایی هست که بتونه کار کنه خب او بیاد کار کنه چرا من برم کار کنم یه جمله عجیبی داره پیغمبر اکرم خیلی عجیبه وجود مقدس پیغمبر اکرم روز در مسجد خودشون مسجد النبی از مردم پرسیدن بهترین چیز برای زن چیه بهترین صفت و بهترین کار برای یه زن چیه اینا خب موندن به جواب دادن اینا وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه داخل مسجد بودن دا سری منزل حالا خود آقا علم اولین و آخرینه فرمودن پدرتون در مسجد همچین سوالی پرسیدن بهترین کار چیه برای زن فرمود این که زن داخل خانه بنشیند و کسی او را نبیند انتق اد قعر بیتها قعر بیتها یعنی چه؟ یعنی منتها اله خانش بشینه یعنی چه منتها اله خانش بشینه یعنی رویارویی با مرد نداشته باشه این صفت خیلی خوبیه ما فکر میکنیم که آقا اگر یه زن به قول امروزی ها سر و زبان داشته باشه خوب تعارف کنه خوب حرف بزنه خوب جواب و سوال کنه حتی با آقایون و نامهرم، خیلی خوبه در صورتی که سبک زندگی از زهرا سلام الله علیها اینجور نیست فرمان ان قعر بیتها بنشینه در منتها الی خانش کسی او رو نبینه رفت آمد نداشته باشه آقا یه سوال اینجا مطرحه گاهی این میپرسن حالا تو دل سوال شما این سوال در میاد که آقا ما آدم هایی میشناسیم که بالاخره شغلشون حساسه مثلا پزشک زنان زنان و زایمان از این کارهایی که به امورات زنان رسیدگی میخواد بکنه خب ما نمیتونیم از آقایون استفاده کنیم چه کنیم بله اینجا شغل شغل حساسه اما واقعا وقتی ما نگاه میکنیم در جامعه خود میدونیم خیلی از شغلهایی که خانوما دارن روش کار میکنن صحبت میکنن ورود پیدا میکنن نیازی به وجودشون نیست یعنی یه مرد میتونه انجام بده و خیلی جالب اینو براتون بگم که اگر یه مرد وارد کار بشه با یه زن خیلی فرق داره چرا چون مرد نان آوره نون خانواده رو این میاره اما زن نان خوره یعنی اگر زن یه حقوق نوعا اینجوری دیگه حالا 100 درصد گاهی بوده مواردی شرایط که شرایط آره. جامعه داره عوض میشه حالا عرض میکنم زنان ناناور شدن حالا می عرض میکنم اگر م... ببینید نوعا اینجوری که بیش از شاید مثلا 90 95 درصدش اینجوری که زن نانخوره یعنی سر سفره میشینه این حقوقی که داره میگیره داره برای خودش پس میکنه حالا پس اندازش ممکن... یه یعنی جایی میونه چلومتون ممکنه بعضی وقتا زن بگه من میخوام برای خودم خرج کنم از شوهرم پول نگیرم برم سر کار خب آقا قصه اینه که اگر ما وارد زندگی شدیم برای مرد یه سری کارها قرار داده شده برای زنها یه سری کارها قرار شده برای شما در اسلام کار به زندگی امروز نداریم زندگی امروز که اصلا به هم ریخته اصلا طرف ساعت دو شد میخوابه من هم بگم الان عرف جامعه توی اون زمان جوری بوده که کسی کار میکرده بهش میگفتن مثلا فلانی یعنی کار کردن بیشتر مایه خجالت بود اما الان یه جوری شده که کار نکردن زن چه بسا به قولش مایه خجالت یعنی کار نمی‌کنی؟ عذر کردم یه مثال شما. یه مثال امروزی حالا غیر از بحث اسلامیش عقلی هم که بخوایم کار کنیم میشه اینجوری بحث کرد شما یه مسابقه کشتیه که در نظر بگیری یه بازیکن میره وسط میدون کشتی میگیره یه مربی کنار اون پشت کنار کاره نمیشه اون مربی هم بگه منم میخوام برم تو میدون بالاخره باید یکی بیرون میدون باشه نه. خب من. یکی هم داخل میدون باشه اینم کاملا یه چیز عقلیه حالا بحث اسلام میشه بخوایم بزنیم که اینا من. که یه مرد باید بیرون خونه کار کنه یه زن داخل خونه پشتیبان باشه شما هم همین حرف تایید میکنید بله بله جالبه خب الان گاهن نیاز, شده که هم مرده میره سر کار هم زنه میرن سر کار تازه بتونن یه نون درد آره اصلا حالا این, بس، پس هم این بحث هم دو بحث, این بحث دومیه، ببینید آقا بحثا با هم مخلوط نشه قصه اینه که آقا در اون خطبه ای که پیغمبر اکرم در قدیر خم خون خوندن خیلی جالب نکات خوبی داره حضرت فرمود حلال و محمدن حلال الا یوم القیامه و حرام او حرام الا یوم القیامه اگر من یه چیزی رو حلال کردم تا دامنه قیامت این حلاله یعنی بعد از ظهور امام زمانم هنوز حرمتش ادامه داره اگر حلالش کردم حلیتش ادامه داره چه حرمت چه حلیت ادامه داره این نکته مهمی آقا اون زمان اینجور بوده این زمان آقا این زمان حرمت و حلیت که جابجا جا نشده این نکته اول در جواب آقا که فرمودن که اون زمان اینجور بوده نه آقا در زمان وجود مقدس پیغمبر اکرم نشستن در خانه یه حسنی برا زن بوده الان هم همینجوره خب الانم دووم... میانی الانم الان باشه حرام نقطه... نیست که نه عرض میکنم نکته دوم اینه که آقا فرمودن که آقا طرف میگه من الازه مالی نمیچرخم یه قصه دومیه که آقا بنده با این گرونی ها با این مشکلات متعددی که در زندگی ما هست از اجاره خانه از خدمت شما عرض دادم خرج های متعددی که هست ما نمیچرخیم بله اشکال نداره کار کردن اصلا ما عرض نکردیم که آقا حرمت کار کردن آجا یاوری عرض نکردیم که یا کار کردن حرمت داره ارزمون این بود که آقا اگر می کار نکنی تو خانه بشینی بهتره برات بله بعضی کارها هست شما در خانه انجام میدی آقا از نمیدونم بافتنی ها خیاتی ها موارد متعددی که اصلا من روی با مرد ندارم خیلی خوبه این خیلی عالیه موارد بحث ما در اون شغل ها و کارهایی که من با دیگری باید رو رایو بشم آقا بنده کارمند بانکم اگر یه نفر شد کارمند بانک شد کارمند فلان شرکت به اداره ای که روزی ده تا 15 تا کمتر بیشتر با آقایون درگیره در این قصه سر اینه سر بحث سر اینه حالا بحث حرمت و هلیت چون که آقایون مراجع باید دستور بدن ما تابع مراجع بزرگوار تقلید هستیم قصه ای نیست که حالا ما بخوام بگیم هست یا نیست داریم عرض میکنیم اون چیزی که برای زن خیلی بهتره براش بالاتره این چیزی که خدا ازش میخواد ببینید در روایات ما چقدر تاکید شده فرمودن هیچ چیزی برای زن در دامنه قیامت در مقام شفاعتش بهتر از رضایت شوهرش نیست یعنی خوب شوهرداری کنه الان ما میبینیم گاهن طرف به ما مراجعه میکنه میگه آقا من از زنم راضی نیستم به علت اینکه در امورات زندگی در امورات زناشویی کم گذاشته و این نسبت به خانواده و نسبت به بچه ها و نسبت به من خدمت شما دارم کم کار میکنه کم محلی میکنه و عرض ما این بود که اگر یه نفری 8 ساعت ده ساعت کمتر بیشتر مشغول کار شد مشغول شغل شد این دیگه از امور خانواده مثل شوهرداری مثل بچه داری مثل خانه باز میمونه آقا حرامه نه حرام نیست اما بالاخره شما وقتی میخوای بری یه جفت کفشم برای خودت بخری دقت میکنی اون بهتره رو انتخاب میکنی هیچ وقت نمیری اون که از همه پایین تر انتخاب کنه این نکته نکته مهمی آقا چه چیزی برای زن بهتره ممکنه این نفر بگه آقا من سبک زندگی از از زهرا رو میخوام میگه سبک زندگی از از زهرا سلام الله علیها اینه که در زندگیشون این گونه عمل میکردن که خدمت شما عرضه بدارم در خانه بودن اموراتشون در یه گزارشی داره که سلمان فارسی میگه رسیدم خدمت از زهرا سلام الله علیها دیدم از بس بیبی بی 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 با دست مبارکیشون این سنگ آسیاب رو چرخوندن و گندم ها رو دست داز کردن دست های مبارکش تاول زده در یک گزارش دیگه ایشون میفرماد که سلمان فارسی میفرماد رفتن منزل از زهرا سلام الله علیها دیدم بی بی به خواب رفتن آقا سید الشدا داخل گهواره هستن گهواره داره تکان میخوره این معروفه آمدم محضر پیغمبر فرمود انقدر فاطمه من مشغول کار خانداری و همسرداری و بالاخره بچه داری بوده که خسته شده جبرئیل گهوار جنبان سید و شهداز. در یه گزارش سومی داریم که خدمت شما عرضه دارم فاطمه زهرا خب خادمه داشتن فزه خادمه در خانه خدمت میکرد فرمودن که من کارهای خانه رو با تو قسمت میکنم یه روز شما انجام بده یه روز من انجام میدم یه روز کامل 24 ساعت شما استراحت یه روز 24 ساعت من استراحت نه کل کار بر دوش شما باشه نه کل کار بر دوش من باشه این نکته نکته مهمیه ببینید در آداب زندگی از صلی زهرا سلام الله علیها کار کردن هست بحث همسرداری حالا شما نگاه کن فرزندانی که تحویل داده هر یکی از یکی زیباتر گلتر قشنگتر وجود مقدس امام مشتبه سلام الله علیه آقا سید و شهدا سلام الله علیه بیبی بی حضرت زینب سلام الله علیها حضرت ام کلثوم سلام الله علیها ببینید خو حضرت محسن هم که حالا به شهادت رسید اگر بودن 5 تا فرزند بزرگوار به ما تقدیم کرد این نکته نکته بسیار مهمه حالا بعضی یعنی این سوال برای شما آقا اینا معصوم بودن حضرت سید و شهدا که ما نمیتونیم مثل بچه ها مثل امام حسین بشه مثل حضرت مشتبه سلام الله بله مثل اونا قطره نمیشیم قطعا نمیشیم قطره از خاک پای اونام نمیشیم اما نکته نکته بسیار مهمیه که آقا در مسیرشون باشیم وجود امیر سلام الله در نهج براغه فرمود شما هیچ وقت به من نمیرسید اما در مسیر من باشید در قصه تقوا در قصه مسیر خداشناسی به من نمیرسید به من علی قطعا نمیرسید اما بگید من در مسیر اهل بیت بودم حالا یه استادی یه مثال قشنگی میزد خیلی جالب بود ایشون میفرمود که گاهی چند نفر میخوان برم کوه نوردی فکر کن آقا امیرالمومنین بالای کوه نشسته یه نفر نصف راه رو را میره میگه یا علی خسته شدم آقا جون دست منو میگه آقا دستشو میندازه دستشو بلند میکنه یکی تا دامنه ای که اومده یکی تا مثلا چند تا پله دیگه مونده برسه چند تا قدم دیگه اون یکی اون پایین نشسته لم داده متکایی هم زیر سرش گوشه پاهاشو دراز کرد یا علی دست منو بگیر اینجوری که نمیشه که شما حداقل یه مقدار راه رو بیا یه سوم دو سوم مثلا از راه رو بیا تا ما بتونیم چیکار کنیم دستگیر شما ما تو مسیر اهل بیتیم آقا گای مثلا بنده از اینجا حرکت میکنم به سمت مشهد مقدس از هزار کیلومتر رایی که باید برم مثلا 500 تاشو رفتم 600 تاشو رفتم حالا ماشینم خراب شد یا وسیلم بازمون اما از این مسیر قوم خودمون که مثال دارم عرض می‌کنم می‌خوام حرکت کنم بگم آقا امام رضا آقا کو اصلا حرکتی نکردی شما و این نکته نکته بسیار مهمیه ما در مسیر اهل بیت باشیم و تو این مسیر قدم بزنیم یه نکته خیلی مهمی که این روزها خیلی سوال میکنن تو سوالات یالا دوستانم هست مقداری هم من جواب دادم یه مقدار میخوام بیشتر توضیح بدم اینکه آقا بنده میخوام برم سر کار سر شغل درآمد مجزا داشته باشم جایی آوری فرمودن بعضی از خانم های این سوالا رو میپرسن که آقا من میخوام مستقل از شوهرم باشم احتیاج به او نداشته باشم دستم تو جیب خودم باشه و خدمت شما عرضه بدارم که نیازی به کسی ندارم و اگر کسی بخواد رو حرف من حرف بزنه من نمیتونم جوابشو ندم و باید بالاخره استقلال مالی داشته باشم. گفتن رو پای خودم رو پای خودم, وایسن. خودم وایسن. بله از این صحبت میشه. نکته مهمش اینه که آقا در جواب عرض میکنیم که در روایات اهل بیت علیه مصطلات و سلام اون طرفش اون کفش یعنی خانداری همسرداری بچه داری خیلی تقویت شده این قسمت تقویت نشد البته میشه رفت عرض کردیم حضور در جامعه مانعی نداره به شرطی که بالاخره با بحث هجاب و افاف طرف مکافاتی و منافاتی نداشته باشه بله حضور در جامعه داشته باشیم این نکته و نکته دوم از استفاده کنیم که اگر من نباشم ضربه به او شغل میخوره ارز کردیم مثل بحث زنان و زایمان خیلی از کارهایی که الان بانوان مادرش مشغول هستن حالا کاری به ایران خودمون نداریم در مجموعه دنیا اینجوره اصلا این شخص حضور نداشته باشه هیچ دوری نمیشه بعضی شغل مثلا طرف مغازه شما دیدید منم دیدم طرف کت و شلوار مردانه میفوشن بعد یه خانم اونجا بود آقا این بالاخره حضور ایشون اینجا چه لزومی داره چه مشکلی رو حل میکنه یا آقایی بذارن اینجا میخوام عرض کنم که خیلی از کارها خیلی از شغلها حضور بانوان نیازی نیست یعنی شأنشون نیست در این شغلاشون آره شأنش نیست که حال به عرض کردم بعضی کارها بعضی شغلها نیاز جامعه است چون بالاخره از امور زنان هست و امور زنان هم از ستر رو حجاب و پوشش و افاف هست باید اون خانم اونجا باشه اما خیلی از کارها خیلی از شغلها اینجور نیست دقت کنیم اون چیزی که مهمه اولویت اوله خانداریه اولویت اول هجابه اولویت اول سطره ببین فرمود انتق اده قعر بیتها در نهایت خانش بنشینه ما از بزرگانمون مراجعمون گذشتگان وقتی نگاه میکنیم نداریم گزارشاتی که بگن خانمش وارد جامعه شد اینجوری شد اینجوری برخورد کرد از مراجع بزرگان خود حداقل تا 150 سال پیش دوران قاجار وقتی نگاه میکنیم این قصه ها رو ندارن موجوده که اگر یه زنی میخواست وارد جامعه بشه انواع و اقسام حجاب ها پوشش ها رو استفاده می کرد حتی مجالس روزه عکساش هست در فضای مجازی طرف می اومد انواع و اقسام پوشش رو استفاده میکرد میخواد وارد مجلس روزه سید الشهدا بشه و ازاداری حضرت رو داشته باشه این نکته نکته بسیار مهمه که داشته باشیم یه نکته ای من آماده کرده بودم اول جلسه بخونم حالا به مناسبه می خونم. خیلی عجیبه وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و, علی و سلم فرمودن کلم از داد عل... العبد ایمانا ازداد حبا للنساء هر چه مردان ایمانشون بیشتر میشه دوستیشون نسبت به خانم ها بیشتر میشه از اون طرف هم تاکید شده که آقا شما وقتی وارد خانه میشی با محبت صحبت کن در روایات حالا هست موجود من دیگه نمیخونم فرمودن دست خودتو کنترل کن مبادا به صورت سیلی بزنی در روایات ما وارد شده وقتی وارد خانه میشی اگر خدا دختری به شما عنایت کرد براش یه چیزی بخر به عنوان هدیه دوست داره در روایات ما وارد شده اگر مردی وارد خانه بشه صورت کودکش رو فرزندش رو ببوسه خدا 20 تا حسنه در نامه عملش بنویسه آقا حسنه یعنی چی شخص آمد محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اشاره کرد به کوه ابوقبیس گفت کو آقا این کوه رو اگر من در راه خدا صدقه بدم خدا چند تا حسنه به من میده حضرت فرمود یه دونه حسنه کوه ابوقبیس طلا بشه در راه خدا صدقه بده یه دونه حسنه فرمود اگه کودکت رو ببوسی 20 تا حسنه به شما میدن این کمه این کوچیکه از اون طرف که به خانم ها اینجور دستور داده شده به آقایون هم اینجور دستور شده آقا اگر ایمانت بیشتر شد نسبت به خانومت بعد محبتت بیشتر باشه توجهت بیشتر باشه آقا تعارف که نداریم متاسفانه این فضاهای مجازی ما رو بیچاره کرده طرف از سر کار میاد سرش تو گوشی میخواد تلویزیون ببینه سرش تو گوشی داره با خدمت شما از بدن مادرش خواهرش عیالش صحبت میکنه سرش تو گوشی بابا یه ساعتی خاصی قرار بده که این فضا فضای خانواده رو جواب بدی حالا که فرزند که گفتین یعنی کودک از انفاق سوابش بیشتر او نه ارزم اینه که اون رو فرمود یه دونه حسنه داره این بله بیشتر از اونه 20 تا حسنه برای شما می ببینید ثواب یعنی میخواد بگه آقا امور خانواده رو گرم ببینید شما الان غربیا چرا اینقدر تمرکز رو امر خانواده دارن میفرماین اگر ب... بخوان یه جامعه ای رو به پاچن از هم خانواده رو متلاشی کنی تمام خانواده دخترش یه جور خراب میشه پسرش یه جور خراب میشه زن اون خانواده یه جور خراب میشه مرده خودش یه جور خراب میشه شما یه خانواده چهار نفری رو تصور کن دختر و پسر زن و شوهر اگر این خانواده رو متلاشی کردی انگار چهار نفر رو خراب کردی فاسد کردی خیلی نکته سرایت میکنه بله, بله بله این آدم بالاخره مثل یه میوه فاسدی که کنار یه میوه دیگه قرار بگیره خراب میکنه خراب میکنه قصه اینه که الان خیلی از کسانی که در غرب هستن و با اسلام هم مخالفن مسیحی یهودیان و خدمت شما ارزاد دا مشکلی دارن میگن آقا این میخواید اسلام و مسلمان ها رو فاسد کنید خراب کنید خانواده رو از هم بپاشید اینکه اسلام اینقدر تاکید داره آقا وارد خانه با محبت صحبت کنی وارد خانه شدی کودک تو ببوسی یا وارد خانه شدی اگه ایمانت بیشتره محبتت به بیشتر باشه این خیلی نکته مهمیه خانواده اسلام تاکید بر خانواده داره اینو میخوام عرض کنم در غرب تاکید دارم بر چی؟ بر فروپاشی خانواده. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها این میخوام عرض کنم که سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله اینجوریه که تاکیده بر امر خانواده است. این نکته نکته بسیار مهمه که حالا آقای یاوری هم فرمودن. نکته بسیار نکته مهمه که آقا حالا من میخوام برم سر کار کار کنم. اشکال نداره برو کار کن. اما اینو بدون که دشمن روی این قصه هزینه کرده. به قول زوم کرده. که خانواده رو متلاشی کنه خانواده وقتی متلاشی شد عرض کردم هر کدوم از این بچه ها میتونن منبع فساد بشن نمیخوام بگیم هر چهار تاشون فاسد میشن اما میتونه مستعد آماده است بچه ای که پدر بالا سرش نیست مادر بالا سرش نیست زنی که شوهر بالا سرش نیست مردی که همسر نداره مستعد برای یه آدمی که بتونه کارهای خلاف شما نگاه کنید خیلی از این افراد که خدا نکرده خلافکار میشن وقتی از شما میپرسیم میگم ما فرزند طلاقی ما فرزندی هستیم که در خانواده بزرگ شدیم من یکی از این گزارش‌های های تلویزیون یه وقت می خیلی تاسف میخوردم ایشون میگفت که گزارش ازش پرسید که آقا این چه موارد متعددی از شما شمرد که این خلاف این خلاف این خلاف رو شما انجام دادید گفت من در جواب گزارشگر گفت من یه سوالی از شما دارم شما جا من بودی تو این خانواده چه جور بودی پدرم معتاد خانم مادرم مثلا فلان خلاف رو انجام داده برادرم این جوره در خانواده ما کسی اصلا اهل دین نیست اهل نماز نیست اهل عبادت نیست اصلا ما سر و سری با مسجد و روحانی و مکتب و دین نداریم شما چه توقع داری که ما آدم خیلی خوبی باشیم و این نکته نکته بسیار مهمیه ببینید نکته بسیار نکته مهمیه دشمن زوم کرده دست رو خانواده که خانواده رو از هم بپاشیم خانواده رو فاسد کنیم خانواده ها رو از بین ببریم این نکته که در زندگی ما خیلی تاثیر داره آقا سبک زندگی حضرت زهرا بحث امروزمون اینه بحث همسرداری خانداری بر اساس سبک که زندگی از زهرا سلام الله علیها. اینقدر محبت پیغمبر اکرم به حضرت زهرا، ببین خود پیغمبر یه خانواده تشکیل داده. همسران متعددی داره اما فاطمه زهراشو میبوسه. فاطمه زهرا بلند میشه جا بهش میده وقتی بیبی بی وارد مجلس میشه، این دختر رو در جای خودش مینشونه. فرمود فداها ابوها دستشو بارها میبوسه و نکات متده. این نکته میخوام به شما بگم بعد از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله حالا طبق 95 روز یا 75 روز هفتد حضرت هفتاد و روز گریه کرده نه به صرف اینکه یه پدر از دست داده یه پدر مهربانی که رسول خدا بوده از دست داده این خیلی نکته مهمه محبت پدری محبت مادری و خانواده که در روایات تاکید شده ممنون تشکر یک فاصله کوتاه ببینیم در خدمت شما هستیم با ما همراه باشید کافه پرسش رو دنبال کنید تشکر از شما مینندگان و همراهان گرامی با جناب حجت الاسلام شیخ علی رحیمیان همراه بودیم و در رابطه با سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها گفتگو می‌کردیم. جناب آقای رحیمیان الان تو جامعه امروز ما اینطور برداشت میشه که خانم ها اگه تو جامعه حضور داشته باشن، شغلی داشته باشن به عنوان که حقوق کمتری میگیرن، شاید که امکانات کمتری در اختیارشون قرار گرفته باشه، راحت‌تر استخدام میشن و جذب کار میشن. این منافاتی داره یا نه؟ ببینید خدمت شما عرض دارم در قسمت قبلی خدمت دوستان عزیزان سروران عزیز ارز کردم که در رابطه با سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی از زهرا سلام الله علیها بحث این بود که فرمود که ان قعر بیتها در نهایت خانهش بنشینه کنایه از این که کمتر با مردان سر کار داشته باشه و برخورد داشته باشه یا در اون روایت دیگه فرمود که من خوشحالم از این روزی که پیغمبر اکرم کار خانه رو تقسیم کردم م... کار خانه به من افتاد و کار بیرون از منزل به آقا امیر المومنی سلام الله علیه افتاد اگه جور دیگه این میشه تقسیم کرد؟ بله که کار بیرون با خانم باشه کار داخل با آقا میشه چرا نمیشه آقا بگه آقا کار خانه و بیرون هر دو با زن باشه مرد چه کار بعد اون نمیاد نه بعد شما علاوه بر اینکه کار خانه انجام میدی کار بیرون از خانه هم بعد انجام بدی مثل مثلا چون الان یه تناقضی شد شما گفتید که بیرون از خونه خوب کار نکنن الان میگید که میتونن تقسیم بندی بکنن آقا خونه باشه خانه بیرون باشه وجود مقدسه اینا امر امر مولوی نیست امر ارشادیه امر مولوی امریه که مثل نماز صبح میمونه شما اگر نماز صبح نخونید چوبت میزنن میش میگن امر مولوی اما امر ارشادی یعنی عقل شما رو ارشاد میکنه به این سمت کما اینکه امام علی السلام هم شما رو به اون سمت ارشاد میکنه مثلا امر ارشادی مثل چی مثال امروزی بزنم گفتن آقا در مثلا خدمت شما از آن زن میخواد صحبت کنه صحبتش صداشو تیز نکنه این عقل شما به شما میرسونه که آقا این نحوه صحبت کردن گفتگو کردن سبب جذب مردان میشه کما اینکه روایات ما هم فرمودن مرد وقتی میخواد با یه خانمی صحبت کنه خانم صداشو عوض کنه صداشو زخیمتر کنه صداشو درشتر کنه امر مولوی امر ارشادی این امری که وجود مقدس پیغمبر اکرم میفهمن امر امر مولوی نیست اگر امر مولوی باشه بر با شما واجبه که تو خونه بشین از بیرون نری ببینید ما در رابطه با همسران پیغمبر داریم و قرن فی بیوت کن نولا تبر تبرج نتبر رجل الجاهلیت الاولا این در رابطه با شخص زنان پیغمبر که نه نفر بودن اینا واجب بود که در خانه بنشینن لذا عایشه وقتی اومد بر وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه خروج کرد و اون جنگ جمع رو انجام داد قطعا مخالف پیغمبر و مخالف قرآن انجام داده مخالف سریع قرآنه آیه سه سوره مالکه نسا و غرب نفی بیوت کنه تو خانتون بشین اما در رابطه با نوع زنانه این ارز کردیم خیلی از شغل ها و کار هست که زنانه است شخص اگر حضور پیدا نکنه او شغل رو زمین میمونه او کار رو زمین میمونه حالا مثال امروزی خودمون بخوایم بزنیم خیلی از شغلایی که مثل نانوایی و قصابی و نجاری این شغلا شغلای خاصی هست اما اگر یه نانوا نیاد یه شاتر نیاد یه نجار نیاد کار رو زمین نمیمونه موارد زیادی هست شاتر تو این شهر زیاده نجار زیاده قصاب زیاده اما بعضی از شغل ها حساسه کار رو زمین میمونه مثل عرض کردم بحث بیماری های خاص زنان زنان و زایمان بحث های خدمت شما مامایی و اینا این بحثا بحثای خاص خودشونه که باید حضور زنانه داشته باشن چون دا الان شرایط یه جوری شده که مرد ازدواج کرده و بعد از ازدواج اصلا بیکار شده بله. یهو میبینی اصلا خود مرد زنش تشویق میکنه که تو کار کن جامعه, جامعه می اینطور این طور که جامعه طرف به زنان بیشتر شوق میدن تو که می من بله ببینید من کار من کردن زن ما عرض کردیم مم. کار کردن زن رو باید مراجع بزرگواران دستور بدن ما در مقام افتا و فتوا دادن نیستیم اما اون چیزی که ما میفهمیم اینه که بزرگان ما فرمودن و بودن که کار کردن زن اشکالی نداره به شرطی که مزاهم امر خانداری و همسرداری و بچه داریش نباشد یک و دوم این که خدمت شما امری باشه که در راستای خانه نشینیش باشه یعنی مثلا عرض میکنم شما در خانه میشینی گلدوزی میکنی خیاطی میکنی با هیچ مردی هم سر کاری نداری 100 تا 50 تا کمتر لباس گلدوزی شده وسایل گلدوزی شده آماده میکنی در بازار از شما میخرن و شما با هیچ کسی مقابله ای مراوده نداری ارتباطی نداری این نکته نکته مهمیه خیلی از مواردی که ما می برای خانم تصور کنیم این موارد یه وقتی هم بنده نمیخوام دیگه خیاطی کنم نمیخوام دیگه گلدوزی کنم خب کارو میذارم کنار اینجور نباشه که اگر فردا نرفتم گلدوزی کار رو زمین بمونه این نکته نکته مهمیه بعضی شغل یعنی طرف استخدام فلان شرکت شده فلان کارمند فلان ارگان شده که اگر یه روز نخواد بره کار زمین میفته خانوم خانم فلانی شما تشفی نداشتید این قسمت مربوطه و محوله به شما رو زمین بود کسی دیروز نبود انجام بده اینجوری نباید بشه آقا در راستای امر اسلام و امور اسلامی و سبک زندگی اسلامی که حالا امروز سر زبان افتاده اینه که سبک زندگی اینه که در رابطه با همسران و زنان فرمودن تا میتونید اینا رو مستور نگه دارید در اون روایت معروف داره وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود تا میتوانی همسرت رو به گونه ای قرار بده که نه او مردی را ببیند نه مردی او را ببیند نسبت به مردا غریبه تر باشه بیگانه تر باشه شما نگاه کنید در خونه های قدیمی قصه مثلا مال 70 سال 80 سال تو همین قرن گذشته سال 1300 مثلا وقتی خونه رو در می ساختن دو تا کوبه براش قرار میدن زیاد ما شنیدیم کوبه زنانه کوبه مردانه آقای کوبه مردانه رو وقتی میکوبیدن او زنی که داخل منزل بود میفهمید که این کسی که پشت در مرده لذا نمی آمد دمه در یا اگر مجبور بشود بیاد دم در دستش داخل دهانش میکرد صداش متغیر بشه تغییر کنه تا خدمت شما عرضه بدارم که صداه تیز نشه تیز نباشه که بخواد با این نامحرم صحبت کنه اینا تأثیر داره حالا شما نگاه کن در جامعه که ما زندگی که آقا این حرفا رو نمیپسندن نمیخرن ولی بله اون کسی که باید بخره میخره در قدیم هم همینجور بوده خدا رحمت کنه من در یکی از کتاب های مرموم آشخباس قومی میخوندم میفرمود که این حرفایی که من میزنم الان من خریداری براش نمیبینم انشالله آینده پیدا میشه خیلی جالبه در یکی از گمانم حال شاید مفاتیح باشه یا بعضی از کتاباییشون میفهمد این حرفایی که من دارم میزنم الان خریداری براش نیست این نکته مهمیه آقا الان خیلی کمی حرفا رو میخرن خب کم باشه اکثریت ملاک نیست اون چیزی که در اسلام ملاک این که انسان دستورات خدا رو بگیره خوب عمل کنه ولو تعداد کم باشه شما نگاه کن دور پیغمبرها کم آدمه حضرت نوح سلام الله علی قریب 900 سال تبلیغ خدا رو کرد توی 900 سال 850 سالی که ایشون تبلیغ کرد 80 نفر بهش ایمان آوردن اکثریت ملاک نیست که ما کار به اکثریت نداریم اون چیزی که دستور دینی به ما رسیده الان ما در, در جهان که نگاه میکنیم تشیع در اقلیت اما حق با تشیعه فرقه حقه که به اسنا هم مروف. حالا قرض این بود که آیا یاوری فرمودن که آقا حضور در جامعه بحث خدمتشان کار کردن و اینکه که ممکنه گاهی مزد کمتر کار کمتر این نکته رو تذکر بدم عزیزان من بزرگواران با رفتن یک زن به سر کار سبب میشه یه مرد از کار بیکار بشه و سبب میشه خدمت شما عرضه بدارم که یه جامعه یه خانواده یه محیطی اونا از محیط کار و شغل و خدمت شما عرض دادن استخدام دور بشن و این نکته نکته بسیار مهمیه الان خیلی از فسادهایی که ما در جامعه میبینیم که مرد بیکاره وقتی که بیکاره به کارهایی رو میاره که اصلا در شهنش نیست کارهایی که خلافه کارهایی که آقا پول خدمت شما عرض دادن خیلی زیاد داره آیداتش کمه به شما میگن آقا این کار خلاف رو انجام بده این حجم زیادی از پول رو به شما میدیم و این نکته نکته بسیار مهمیه که باید انجام میدیم. این نکته ارز کنم به خواهران عزیز بزرگواران عزیز کسانی که حالا صدای حقیر را میشنوند این نکته رو خوب دقت کنن ما گاهی فکر میکنیم حضور در جامعه رفتن به سر کار رفتن به شرکت رفتن به کارخانه رفتن در مجامع عمومی و جاهای عمومی و کار کردن خیلی خوبه در صورتی که الان شما میبینید در جامعه خودمون که داریم زندگی میکنیم حقوق یک زن رو از حقوق مرد خیلی کمتر قرار میده. حضور این حضور زنان در جامعه و تا شغلایی که در شعنشون نیست باعث بله. نمیشه که حالا حقوق کمتر میگیرن باعث بشه که استفاده ابزاری از زن بکنن افراد بله همین دیگه متاسفانه همینه بعضی وقتا از خانم ها به عنوان استفاده ابزاری استفاده در خارج از ایران خودمون از اونها استفاده ابزاری خیلی میشه مثلا در تبلیغ کالاها در خدمت شما از شرکت ها آقا شما بیاین این کالا رو تبلیغ کن انقدر پول به شما میدیم و در داخل ایران خودمون این که مثلا اگر یه زنی میخواد یه جایی استخدام بشه میبینن یه مرد رو بخوان استخدام کنن باید یه حقوق بسیار بالایی بهش بدن گاهی مثلا چند برابر یه زن باید حقوق بشه میگه آقا از یه خانم استفاده میکنیم هم بیمش نمیکنیم بعضی از آقایون اینجوریان دیدم یعنی سطح فکرشون طرز تفکرشون تزشون اینه که از یه زن استفاده میکنیم هم حقوق کمتری بهش میدیم هم بیمش نمی کنیم هم مزایایی بیشتر داره جذبش بهتره و این نکته نکته بسیار مهمیه که در روایات ما فرمودن تا می توانید همسرانتون رو پوشیده بذارید خب آقا خیلی توی بحثمون در مورد حقوق مادی خانم ها واقعا صحبت کردیم من. بله. توی جامعه آیا حالا علاوه بر حقوق مادی و حقوق معنویشون برابر زن و مرد تو جامعه باید برابر باشن منظورتون اینه ها اینم سوال خوبی آقا زن و مرد با هم برابرن یا نه در یه جاهایی بله برابرن در یه جاهایی نه مثلا در قصه ارث با هم برابر نیستن خداوند ارث مرد رو دو برابر زن قرار داده در قصه خدمت و عبادات با هم برابرن همون نمازی که از آقا خدا میخواد از خانم هم میخواد همون روزه ای که از مرد میخواد از زن میخواد در یه سری عبادات بله در یه سری کارها نه اصلا با هم برابر نیستن اینکه حالا بعضی جاها در غرب این شعارها زیاد داده میشه بعضی هم از داخل هی تحریک میکنن یا که آقا ما زن و مرد حقوقشون برابر نه آقا در برابر نیست تو همون که گفتید مرد نوناوره و زن نونخوره بله چیزی یه قصه یه قصه، قصه کار کردن زنه کار کردن... ببین خداوند خلقت زن رو جوری قرار داده که روی محبت مهرورزی در وجودش بیشتر از مرده این به خاطر اینکه بتونه با بچهش تعامل کنه بچهش رو در آغوش بگیره او رو شیر بده او رو تعویزش کنه اونو مشکلش رو برطرف کنه در عوض خداوند روحیه مرد رو یه خود محکمتر و سختتر قرار داده که بتونه بیرون کار کنه تو جامعه بتونه, تو جامعه بتونه هر کار کنه لذا شما نگاه کن در روایات ما برشته آقا جنگ رو خداوند تباکتولا از زنها برداشته چرا برداشته؟ چون روی جنگ روی خشنیه یه روی سختیه این کار از دست زنها بر نمیاد سوالی پیش میاد اینجا الان که حالا بحث خانداری و, برا... و فرزند تربت کردن رو به عهده زنها گذاشتن زنها میتونن از شوهرشون در قبال تربت فرزندان و خانداری موزی دریافت یافت آم بله این هم یه سوالی فقهی خیلی سوال میشه که آقا میتونم کار بکنم؟ بله آقا من میتوانم در قبال خانومی میتونه اینجوری سوال کنه من میتوانم در قبال شیر دادن به بچه در قبال ظرف شستن در قبال کار کردن در منزل حقوقی دریافت کنم درخواست مزد کنم درخواست اجرت کنم بله چطور دیگه کنم. تو خونهشون میمونن و دیگه هم آره. خودشون هم اما میخوام اینو ازش ازش این استفاده رو میخوام بکنیم که آقا اگر خداوند تعالی این مزد و این حقوق رو برای شما قرار داده تاکید بر امر خانه‌داری ببینید آره نگو پاشو برو بیرون درخواست بکنه مرد برش واجبه که این درخواستشو فراهم آره دیگه. بلا... دیگه. بله نه نه این اجر مزدشه مزد او کاری کرده خواست. بله ببینید شما الان اگر یه مادری سر زا از دنیا رفت شما یه بچه شیرخاری رو دستت مونده که این بچه نیاز به شیر داره نیاز به غذا نداره که شما میری یه دایه‌ای پیدا می‌کنی یه زن شیردهی پیدا می‌کنی اون زن میگه من چه کار می‌کنم در مقابل شیر دادن به این بچه اجرت میخوام وقتی شما داری به او خدمت شما عرض بدنم اجرت حجرت میدی دقیقا همین قصه ال در رابطه با همسر شما هست اونم میتونه بگه من در قبال خدمت شیر دادن به بچه تنظیف بچه رسیدگی خب به اموراتش این کار انجام اون دایه‌ای که شما میگید وظیفش جهادش در مقابل خدا اینجوری نیست جهاد مرعت و مرعته حسن و تبعال خوب شوهرداری کردنه نگفت که ببین خب این ضرب شستن و این داستانی ای که میگیم اینا همش توی همین شوهرداری ما الان وقتی شما, شما براش این دسته حقوق در نظر گرفته شده یعنی زن میتونه بگه آقا بنده اج میخوام البته کم آدم پیدا میکنه که اینجوری بگه ببینید ما یه زن و شوهر اساتید ما میفرمودن ما یه زن و شوهر عرفی داریم یه زن و شوهر شرعی داریم زن و شوهر شرعی یعنی ای چی زن و شوهر شرعی ای یعنی که در مقابل کاری که انجام میدم حقوق میگیرم بنده دیشب بلند شدم چهار دفعه این بچه رو تضیفش کردم لباسش رو عوض کردم چهار تا 50 هزار تا 200 هزار تومان این شماره کارت من بنویس یا علی مدد حساب من برس این مدل یه وقت زن و شوهر زن و شوهر عرفی اور عرف یعنی تو عرف مردم کسی برای لباس عوض کردن برای شیر دادن برای تنظیف بچه پول نمیده عرف مردم از اون طرف هم مرد میتونه یه کار دیگه انجام بده ببین یه مرد واجبه که در ماه چیکار کنه در روایات ما وادرم در سال دو دست لباس باید برای زنت بخری یه دست زمستانه یه دست تابستانه این جزء نفقشه اول زمستان بعد زمستانه براش بخری اول مثلا عیدم بعد براش تابستانه بخری حالا یه مردی اومد چهار دست لباس خرید شش دست لباس خرید اصلا به قولی امروزیا ها سرکیف سر سرکوک بود اومد گفت آقا این حجم زیادی از پول برا تو بازار هرچی میخواد لباس برای خود بخره گاهی شیش دفعه هشت دفعه ده دفعه لباس خریده خب قرار نیست که تو زندگی ما مور از ما اگه بخوایم مور از ماست بکشیم اصلا زندگی سنگ رو سنگ بند نمیشه میگه بنده دیشب چهار دفعه بچه رو شیر دادم دو دفعه هم تنظیفش کردم این کارهای خونم انجام دادم ظرفارم شستم یالا بده 300 هزار تومان این میشه معامله معامله کردم, محامله محامله دیگه کردم. دیگه مردم میگه خب بندم بعد دو دست لباس مال شما در طول سال می الان چهار دست خریدم اضافهشو بده یا علی مدد اون 300 تومنش هم کم کن تحت رو من بده خب این دیگه حساب و چرک انداختن و بازاری حساب میشه زن و شوهر زن و شوهر عرفی هستن یعنی زن و شوهرایی که ما داریم همه نگاه میکنیم گاهی مرد چیزی نداره برای خونه بخره بیا خون زنه میگه من با همین نون خشکم میسازم با همون لباس پارسالی من میسازم شما بعد دو دست لباس بخری هنوز امسال که هیچی نخریدی یک سال گذشت اما شما لباسی تهیه نکردی اشکال نداره من با همون لباس پارسالی میسازم و این نکته بسیار نکته مهمیه که آقا در قبال زندگی که ما داریم انجام میدیم چگونه نگاه میکنیم نگاهمون عرفیه یا شرعیه که حالا آقا فرمودن میتونم مزد بگیرم میتونم اخذ اجرت کنم بله میتونم انجام بدم اما این همه این کارو میکنن نه خب اگر کسی این کار رو بکنه میگن آقا شما چقدر سختگیری چرا مورو از ماس میکشی در قبال این کارها ببینید مرد باید مثلا زنشو مسافرت ببره اگر در سال یه بار باید ببره ایشون شش دفعه شما رو برده مسافرت خب این زن شرعی ای شده عرفی نیست دیگه آقا باید شما رو سال یه دفعه ببره امام رضا شما تا حالا سه دفعه مشهد رفتی زیارت آقا علی ابن موسی سلام الله این نکته نکته بسیار مهمی که خب بعد روش دقت کرد آقا میتوانن اخذ اجرت کند بله حالا جواب آقا می تواند پول بگیره بعد در قبال کارهایی که در خانه انجام میدار اما گرفتنش خوبه میگن آقا خیلی جالب نیست تو شرع ما درسته اما تو عرف ما این کار کار جالبی نیست که شخص بخواد انجام بده من یه نکته بگم شاید دیگه وقتمون رو به پایانه یه نکته ارز کنم اون نکته بسیار نکته خوبیه روایتی است از وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خیر الرجال من امتی بهترین مردان امت من کیا هستن الذين لا يتطاولون علی هم و علیهم و ولا یظلمون فرمود کسانی هستند که نسبت به خانوادهشون خشم و تکبر ندارن و بر اونها ترحم میکنن و به اونها آزار و ظلمی نمیرسونن این نکته مهمی آقا تو خانواده که وارد میشه این زن و بچه زیر دست شماست آقا مرده وارد میشه انواع و اقسام الفاظ زشت خدای نکرده انواع و اقسام حرکات زشت زورگویی ها،, ها آقا این کارو نکن اینا زیر دست شما اینا اجیر شما اینا خدمت شما عرضه دارم که زیر بیرق شما در روایت ماشه از اینه که مشکلات بیرون آره همین یکیش داخل. همینه که فرمودن آقا مشکلات بیرون رو به داخل خانه نیارید آقا بنده باید سه کار کنم تا برسم به حقوقمو برسونم بتونم خدمت شما عرضه دارم که چرخ زندگیم به قول امروزیه به ببینید عزیزان من نکته نکته بسیار مهمه در روایات ما داریم ساعات شبانه روز تو سه قسمت کن یه قسمت رو برای عبادت قرار بده یه قسمت رو برای کار کردن قرار بده یه قسمت هم برای خواب و استراحت قرار بده ما متاسفانه میام چیکار میکنیم از این سه قسمت دو تاشو میزنیم برای کار کردن یعنی از خوابمون میزنیم از خدمت شما عرضه دارم کارم که 8 ساعت خودشو داره 16 ساعت طرف در روز کار میکنه خب اول 16 ساعت کار کردی وقتی اومدی خونه دیگه جنازه‌ای دیگه وقتی نداری سلام طرف و علیک بگی وقتی که وارد خانه شدی دیگه آقا این زن و شوهر دیگه چه زن و شوهر حالا ای مجبور بودی چه مج... حالا نکته نکته مهمی آقا من مجبورم که کار کنم در روایات ما وارد آقا رزقی که قراره به شما برسه میرسه ولا اینکه شما 100 ساعت کار کن خب ببینین اگه هشت ساعت کار کرده حالا اون رزقه میگیم اون 16 ساعت یکیه اما اگر هشت ساعت دوم قرار بشه توی خونه بشینه یا ممکنه نه 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 که باید تو خونه بشینه آقا بحث استراحت شماست بحث عبادت شماست نه این که طرف هشت ساعت رو بره عبادت کنه منظور این نیست بحث اینه که آقا در زندگی یه بخشی برای عبادت خود افراد... بودن با فرزنداش میشه عبادت عبادته. اصلا شما بشینی با خانم یه چای بخوری شما بشین با بچهت یه صحبتی کنی رو رسیدگی کنی عبادت اصلا بشینید تو خونه تلویزیون نگاه کنی عبادت خیلی از این مشکلات هم که میگینیم شاید دو سه شغله داشتن بعضی اینه که توقعاتشون بالاست توقع اگه توقعات اصلاً... خانواده بیاد پایین تا با کمترین ها میتونن زندگی بکنن دیگه نیازی یعنی هم سه چهار تا شغل ما در جامعه داریم زندگی متاسفانه من قبل از اینکه بیام خدمت شما داشتم با یکی از اساتید بزرگوار حوزه صحبت میکردم ایشون تعبیرش این بود خیلی جالب بود میفرمود با مردم که صحبت کردن نوعا ناراضی هم. طرف 5 میلیون می‌گیره میگه آقا ما ناراضی ام 10 میلیون می‌گیره حقوق میگه آقا ما ناراضی هستیم 20 میلیون حقوق میگیره افرادی من دیدم که آقا به من مراجعه که آقا ما 20 مل... اما من ناراضی هم. آقا چرا اینقدر سطح زندگی تو بالا میگیری شما که 20 تومن میگیری نسبت به 18 تومن یه 2 تومن داری بیشتر میگیری. نسبت به 10 تومانی داری دو برابر میگیری نسبت به 5 تومانی داری 4 برابر حقوق میگیری وقتی 4 برابر داری حقوق میگیری خب شما فکر کن من 4 تومن بعد 5 تومن بگیرم هر شغلی هستی پزشکی پرستاری نمیدونم کارخونه داری فکر کن که آقا شما بعد 5 تومن بگیری الان 4 برابرشو داری میگیری اصلا دیگه بزرگواری بود من چند وقت پیش در تلویزیون میدم گفتن ایشون به شهادت رسیده و وقتی هم که شهید شد حالا دیگه بعد شهادتش ما این حرفو میزنیم ایشون از سه جا میتونه حقوق بگیره از مجلس شورای اسلامی نماینده بود استاد دانشگاه هم بود یه جایی هم حالا یادم نیست کجا گفتن ایشون میتونه اونجا حقوق بگیره از دو تاش نگرفت از مجلس گفتن حقوق خیلی بالا داره من نمیگیرم از اون شغل فلان هم نمیگیرم از استاد دانشگاهی میگیرم استاد دانشگاهی هم که میگیره پولش سه قسمت میکرد حالا مثلا به پول امروز 12 میلیون اگه میگیره مثلا یه سومشو گشتو برای فقرا یعنی از این 12 میلیونی که من میگیرم 4 میلیونش فیت برای فقراست حالا فقیر خانواده یه وقتی با گوشت یه موقع با مرغ یه وقتی فلان یه بخششو گذاشته بود برای قیامت خودش یعنی رفته بود مثلا خدمت شما عرض بدارم. یه خانه‌ای خریده بود خورده خورده قسطاشو میداد گفت اینو کجا گوش میگم برای زن و شوهرای جوانی که نمیتونن ازدواج کنن این خانه رو من دارم قسطاشو میدم یه بخشم خانواده خودش بود. یعنی خودشو با چهار تومن ساخته بود که آقا بنده کارگر سر چهار راه هستم امروز سر کار نرفتم ممکنه تا یه سر کار نرم حقوق ماین یعنی من چهار تومنه مثال امروزی عرض میکنم حالا خب او اینجا دامنی. وقت خدا بهت رزق دادی بر چی از رزقی که خدا بهت خب داده استفاده, کرده باکنه. استفاده کرده ببینید خب بیشتر استفاده بکنه ببینید در روایات ما داریم که اقتصاد داشته باشید اقتصاد در روایات یعنی میانه روی زیاد روی نکن آقا بله من نمیتونم سه تا حقوق بگیرم اما اینکه بتونم خودمو رو وقف بدم با یه جامعه متعادلی با یه جامعه کمی در داستان هایی داره, داره در رابطه با مرحوم سید مرتضی سید مرتضی رحمت الله علیه حالا نمیدونم چقدر دیگه وقت داریم سید مرتزا و سید رزی پدرشون به مسافرت رفتن اینا وضع مالشون خیلی بد شد یه نفر اومد به خانوادهشون مراجعه کرد و به مادر سید مرتزا و سید رضی گفت که آقا شوهر شما مسافرت رفته خب مسافرت های قدیم گاهی شش ماه یک سال طول میکشید یه پول خیلی زیادی به اینا داد گفت اینا فی سبیل الله دارم میدم خدمت شما و هیچ تقاضایی هم ندارم مادر سید رضی سید مرتزا قبول نکرد بچه ها به مادر اعتراض کردن که چرا پول رو قبول نمی کنی؟ پول رو قبول کن فرمود این پولی که به مادر میده برای دو ماه ماست پدر شما شیش ماه قراره نیاد دو ماه رو ما با خوبی و خوشی و سرکیفی وقتی خوردیم دیگه عادت میکنیم بهش وقتی که بهش عادت کردیم تو اون چهار ماه باقی مانده میمونیم چه جوری زندگی کنیم دوباره اذیت میشیم اما الان شما یه مدتی با همین روال معمولی عادت کردید یعنی به این سبک پیش رفتید که آقا باید یه مقدار مثلا قناعت کنید اقتصاد کنید میان روی داشته باشید این نکته مهمی آقا ما در زندگیمون متاسفانه چیزی به نام اقتصاد و میان روی یا نیست یا کم رنگه یه چیزی که بعدی که توی جامعه رایج شده اینه که ناشکری باب شده ناشکری شده, شده. آقا میلیون آقا این حقوقی که شما داره خدا به شما رسونده حالا از هر طریقی از طریق کار کردن از طریق بیمه از هر طریقی که به شما میرسه شکر خدا کن قرآن بفرمایید لا این شکرتم لا ازیدن نکن بله فرماش شما دقیق اما اینکه آقا میانه روی داشته باشیم آقا این فرش داره هنوز کار میکنه میگه نه آقا سر سال شد بعد کلا فرش عوض شه مبل عوض شد. زندگی مثلا قرآن شه هم چشم زیاد شد. باید مدلش عوض شه خب آقای بزرگوار این کاری که شما داری انجام میدی علاوه بر اینکه داری زیاده روی میکنی به جامعه هم داری ضرر میزنی چرا چون خواهر شما برادر شما همسایه شما داره اینو میبینه و نمیتونه تهیه کنه یه حسرت بزرگ یه آهی میخوره و چه بسا هم اینا اسباب چشم و نظر باشه یعنی طرف ماشینش رو سر سال عوض میکنه با یه حجم بسیار زیادی از مسائل مالی ماشین مثلا 700 تومانی رو میفروشه به 500 تومن میره یه ماشین میخره یه میلیارد تومن همسایه وقتی میاد حساب میکنه میگه آقا ماشین مدلش فلانه الانم که کار راحته تو اینترنت سرچ میکنه این ماشین مدل فلان قیمتش چنده میگه آقا ماشین قبلش رو فروخته 500 تومن اینو خریده یک میلیارد تومن ما اصلا شب نون نداریم بخوریم این آقا چه جوری 500 میلیون تومن پول در رفته گذاشته روی این شاید شما قرض کرده باشی اسباب چشم نظرم هست لذا به ما فرمودن که میانه رو داشته رو باش در روایات ما داریم پیغمبر اکرم فرمود دوست دارم یک روز گرسنه نباشم از خدا طلب رزق کنم و یک روز سیر باشم شکر خدا رو بجب. پیغمبری که کلید همه خزانه های دنیا دستشه هر چی طلا هر چی پول هر چی جواهر هر چی ثروت در دنیاست در اختیار پیغمبره پیغمبر میتونه که خدا یا بهترین غذاها بهترین نوشیدنیها بهترین مسکنها خونه ها برای من باشه اما شما نگاه کن پیغمبر با الفقر و فخری خیلی نکته مهمیه که افتخار من اینه که فقیر زندگی کنم یعنی مثل فقیرا باشم مثل سطح پایین جامعه در زندگی امیر مؤمنان هم داریم سلام الله علی فرمودن آقا شما چرا اینجوری زندگی میکنید فرمودن که دوست دارم که مثل ضعیفترین افراد جامعه باشند انشالله خدا به هممون توفیق بده در مسیر حضرت زهرای مرزی سلام الله علیها گام برداریم در مسیر بیبی بی سلام الله علیها زندگی کنیم و انشالله شفاعتش شامل حال هممون بشود انشاالله. تشکر از شما ممنون که با ما همراه بودین جناب آقای رحیمیان عزیز سلامت بشه. از خیلی ممنون دستون در نکنه مسئله مفید بود. همچنین خدا قوت سرز میکنه بچه و تشکر میکنم از بینندگان عزیز که تا اینجای برنامه با ما همراه بودن شب خوبی رو داشته باشید یا علی مدد ممنون آماج آقا لطفی عزیز افتخار دادیم امشب همچنین ممنونم از شما بیننده های عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید امیدوارم شب خوبی رو داشته باشید یا علی مدد خیلی ممنونم آقا آقای استفاده کردیم مطالب بسیار آموزنده گفته شد امیدوارم که بینندگان هم که مشاهده کردن برنامه رو استفاده کافی رو ببرم براتون اینجوری دعا میکنم که انشالله همیشه زندگیتون بر وفق مراد باشه تا دیدار بعد یا علی مدد خدا نگهدار تشکر و سپاس از شما بینندگان و همراهان گرامی به ما همراه بودین و یک بار دیگه ایام فاطمیه رو خدمتتون تسد از میکنم تا دیدار آینده یا علی مدد خدا نگهدار